با عظمت به همه دنیا نشان داد که عقربه انقلاب و ملت ایران به کدام سمت و کدام جهته. نشان داد که اراده ملت ایران چیست. نشان داد که ترفندها و حقها و پول خرج کردنها و خباستهای سیاسی آنها بر روحیه ملت ایران اثری ندارد. سران و سیاسیون غرب در این چند ماه فریب رسانه‌های خودشون رو خوردن، فریب تحلیلگران حرفه‌ای مطبوعات و رادیو تلویزیون‌های خودشون رو خوردن، خیال کردن که می توانند روی ملت ایران اثر بگذارند. روز قدس شما نشان دادید که اونها در پی سراب بودند. حقیقت اینه. حقیقت ملت ایران همون چیزی است که در روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان روز قدس نشان داده شد و نشان داده شد که امتداد این عظمت، این حرکت در دنیای اسلام گسترده است، مخصوص ایران نیست. در نقاط مختلف عالم مسلمان ها هر جایی که امکان پیدا کردند روز قدس را با فریاد خود علیه ظلم آمیختند. روز قدس روز بسیار عظیمی است. این کار رو شما به بهترین وجهی انجام دادید. یک بار دیگر ملت ایران نشان داد که در مواقع حساس سخن خود رو با رساترین فریاد به گوش مردم دنیا میرسانه. هفته دفاع مقدس آغاز میشود. دفاع مقدس جهاد بزرگ دینی و ملی ملت ایران بود. ملت ایران روح اعتماد به نفس ملی را به وسیله 8 سال دفاع قدرتمندانه توانست در خود تقویت کنه، توانست استعدادها رو در خود شکوفا کنه، توانست ظرفیت‌های ناشناخته خود را بشناسه. جوانهای ما در جنگ تحمیلی، چه در نیروهای مسلح ارتش و سپاه و چه در بسیج عظیم مردمی، بسیج مستضعفان، توانستند چهره‌ای را از ایران نشان بدن که 10 سال بود، شاید بشود گفت 200-300 سال بود که از ایران چنین چهره‌ای دیده نشده بود. اگر شما می‌بینید امروز ملت ما و جوانان ما با ظرفیت عظیم استعداد خود در میدان‌های دانش و فناوری حضور دارند، بخش عمده‌ای از این مرهون دفاع مقدس اونجا بود که ملت ایران آگاه شدن، دانستن که چه ظرفیتی دارن، چه قدرتی دارن. اونهایی که به جمهوری اسلامی حمله کردن به خودشون وعده دادن که 3 روز دیگر، 1 هفته دیگر، 1 ماه دیگر تهران رو فتح خواهند کرد. امروز از اون روزها نزدیک به 30 سال گذشته است. ملت ایران روز به روز مقتدرتر و قویتر شده است. این درخت روز به روز تناورتر و ریشه‌دارتر شده است و آن مفلوک‌هایی که آن خیال‌های باطل را کردن هر کدومشون در یک کنجی به زباله‌دان افتادن و نابود شدن. بعد از این هم همینجور خواهد بود. اونچه که من امروز توصیه می کنم
به همه ملت عزیزمان و به مسئولین محترم، به خصوص که به حمد الله هم قوه مجریه هم قوه قضاییه یک دوره جدید رو آغاز کرده اند، تازه نفس اند. توصیه من این است که برای دهه پیشرفت و عدالت خودشون رو همه آماده کنن. ما احتیاج داریم به جهش در این راه. ما عقب ماندگی زیاد داریم. با رفتار معمولی نمی شود رسید به نقطه مطلوب. احتیاج داریم به جهش. این جهش ایمان می خواهد، اخلاص می خواهد، هماهنگی می خواهد، همکاری نیروها با یکدیگر را لازم دارد. قوای سگانه همکاری بکنند با هم، همدلی کنند و هم کمک کنند. مردم به مسئولین و خصوص به قوه مجریه که وسط میدان است کمک کنند، همکاری کنند، همراهی کنند. ما بتوانیم راه های نرفته رو بریم، کارهای بزرگی که در انتظار ما انجام بدیم. بر روی یک نقطه به خصوص هم تأکید میکنم در میان کارهایی که باید انجام بدیم و اون نقطه علم است. چند سالی است که حرکت علمی در کشور آغاز شده است. نگذارید، نخبگان نگذارن این حرکت کند شود یا خدای نکرده متوقف شود. پیش برید. حوزه و دانشگاه در این مورد مسئولیت سنگینی دارن. استاد و دانشجو همه مسئولیت دارن. راه علم را باید دنبال کنید. اگر ملتی نتواند در میدان علم و پیشرفت علمی و خدشکنی علمی نتوانه پیشرفت کنه، کلاهش پس معرکه خواهد موند. اگر میبینید کسانی آگاهانه بی‌پروا در دنیا ظلم میکنن، ظلم آشکار، این رو پشتوانه علمشون هست. علم است که برای اونها ثروت به وجود آورده است، قدرت سیاسی به وجود آورده است، نفوذ در دنیا و در مناطق گوناگون عالم به وجود آورده است. علم است، علم کلید پیشرفت، علم است. نگذارید حرکت علمی متوقف بشود. یک نکته دیگر هم عرض بکنم. امسال ما اعلام کردیم سال اصلاح الگوی مصرف. همه هم استقبال کردند، مسئولین استقبال کردند، مردم هر کدام صداشون به ما رسید استقبال کردند، متخصصین و نخبگان و افراد مطلع در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی استقبال کردند، گفتن عجب شعار درستی، شعار خوبی است. خب چه شد؟ 3-4 ماه متاسفانه کشور دنبال همین هیجان‌های کاذب در این زمینه وقت رو از دست داد. ما الان در پایان نیمه اول سال قرار داریم. البته اصلاح الگوی مصرف مخصوص یک سال نیست، سالها طول میکشه. من ایام عید همین رو گفتم، شاید 10 سال طول بکشد که انسان بخواد این کار رو بکنه. اما باید شروع کنیم، باید شروع کنیم. مسئولین باید در این زمینه تلاش کنن، کار کنن، همکاری کنن. دانشگاه‌ها، افراد مطلع، حوزه‌های امنیه، هر کدام نقشی دارن. انشاءالله این نقش رو ایفا کنن و بتوانیم به کمک الهی با همت دولت محترم که در این زمینه باید پیشتاز باشد و پیشرو باشد و با کمک مردم انشاءالله بتوانیم این کار رو پیش ببریم. بسم الله الرحمن الرحیم.